چرا ما ایرانی ها از دیس اینقدر خوشمون میاد؟ دیس ترک یعنی عشق ما بخش میشه. میگه چی؟ فرق وسط فرق بغل، حتی میکنیم رنگ هم عوض. بس سروشیش کس هم روش میخونه. این اونو داره میگه اسم ترکه چیه؟ خیلی اونجا چی بیش گفته یار چهار سال رفته نیمد. بچه سلام، ملنا هستم و خیلی خوش اومدیم به یک ویدیوی دیگه توی کانال من. امروز قراره بالاخره به چاغال نو ریاکشن برم که خیلی از شما توی کامنت ها گفته بودید. بریم و بیایم تا ویدیوی امروزمون رو شروع کنیم. ویدیو امروزمون رو شروع کنم. ممنونتون میشم اگر تا الان کانال منو سابسکرایب نکردین، کانال رو سابسکرایب کنید برای اینکه سابسکرایبتون نریزه. یه دونه کامنت انگلیسی برای من بذارید. اگر ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک بکنین، با دوستاتون شیر بکنین و اینکه موزیکای پیشنهادیتون رو توی دیسکورد من پیشنهاد بدید. اینستاگرام من رو هم دنبال بکنید. خب امروز میخوام در مورد ترک چاغالنامه یه کوچولو صحبت بکنم. بچه‌ها توی نظرسنجی اول رپر قدیمی رو انتخاب کرده بودن، اما بعد از اینکه دیس پیش رو کامنت های من پر شد از چاغالنامه و بعد از اون پشت سر هم همه میگفتن چرا چاغالنامه رو نمیری، چرا اثر منفی رو نمیری، چرا چاغالنامه رو نمیری. من امروز تصمیم گرفتم که به خاطر هم به چاغالنامه ریاکشن برم. من دارم این ترک رو از خود کانال یوتیوب رضا پیشرو گوش میدم، لینکش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم. و اینکه ما برای حمایت از صاحب اثر، از هنرمندی که علاقه داریم به شنیدن آهنگاش، حتما موزیکاشون رو از جاهایی که خودشون منتشر و قانونی هستش گوش کنیم. ممنونتون میشم اگر حتما به این موضوع توی آینده هم توجه کنیم. خب ریاکشن امروزمون رو شروع میکنم. بریم ببینیم رضا پیشرو چی گفته که انقدر او. بچه ها اگه فوش داشته باشه ها من استوب میکنم وسطش پا میشم میرم. امیدوارم که فوش های بدی داخلش نباشه. البته دیگه ما تطلو گوش دادیم دیگه، واکسینه شدیم میدونی. Yeah, it's a service show. چه بال میخنده. خوشم بود. شنیدم جدیدن چهار تا کوری شمرونی حوالای مهمونی از سران از تهرون جون میام خواستگاری تو بدون مهمون واسه من چای داچین بیارین توی فنجون جون. خیلی خوب بود. از خنده های اولشون خیلی خوش آمد، از اون جونجونی خیلی خوش آمد و اینکه چقدر چیله، چقدر باحال و فانه. من فکر نمی کنم این سبکی باشه، فکر کنم اون پیش روی عصبانی رو داریم توی این ترک. خواستگاریتون بدون مهمون واسه من چه داچین بیارین توی فنجون من اونجایی یا یادتون رفت 85 جوری پاییدم سامانتون رفت 85 جوری فلان کردم که سامانتون رو. بچه سامان ویلسون رو شما من گفته بودین یه دونه دیسترک رضا پیش رو داده بوده در مورد فکرم سامان ویلسون بوده که بعد از اصلا سامان ویلسون بود فکر میکنم که دیگه کار نکرده. بعد من چند تا دونه ویدیو بچه ها برام فرستادن، مثل اینکه تا 4 سال کار نکرده به خاطر این دیسترک. اون دیسترک چی بوده اسمشون رو به من بگین. بعد فکر کنم اثر منفی بوده که بهش اینجوری دیسترک داده بوده، ولی نمیدونم طبق چیزی که بچه ها بهم گفتنه. خلاصه که اینجا یعنی من خیلی دیدم اونجا چی بیش گفته یارو 4 سال رفته نیمده. خیلی دیگه پاهاتون ایران برسه میشه خوابتون تر خیالتون کم یه لشکر میکشم شمرو پیداتون میکنم لشکری که نکشیده نمرود فکر بکنین چم بود لشکری که نکشیده نمرود این حافظه تاریخ خودم گرمی کشم شمرو پیداتون میکنم لشکری که نکشیده نمرود فکر بکنین چم بود شایدم سفر کنم جر بخورین امروز و فرار کنیم فیسبوک رو از خونتون بدون بادیگار نریم بیرون این وضعیت لندن بهتر نریم ایرون تو ایرون مال من رو رب کنهای توشه نه نواسه شما ها چک خورای جوجه سرفیس های پاسه اونه یکی توشه اینه هنگم واسه اون کنه یکی دوره. بچه ها این همونی که از بیتش استفاده کرده بود میگفت چیز گفت علی اوج بود گفت 0-21 واسه اونایی که توشن نواسه واسه این دقیقا همونیه که از روش علی اوج بیتر رو ساخته بود بعد دوباره 0-21 رو ساخت بعد دوباره سهراب ام جی همرون جواب داد دریاش گفت واسه اونایی که توشن نوازه چوب اونایی که دورن وای با اون که میگم میبندم با پلیس اصلی همه اینو به هم وصل بوده خیلی باحال بود خیلی خوشم من نمیدونم 0-21 واسه اونایی که توشن اینا انجام واسه اونایی که دورن میگن تهران مال من تهران مال تو
دلم واسون هست که توشن می جنگم با پیدا. آره این همون تسوکه ای که اون هایی که توشن این هنگم واسون اون کنه هایی که دورم می گن درام مال من درام مال پولیس درام واسون هست که توشن می جنگم با پولیس. ببین چقدر شغال این که بهترین ترک و آلبومتون همونه که دوتا تیکه به من بوده و رفیق منم توشه. رفیق منم توشه کیه داره میگه بچه ها؟ میگه بهترین ترکتون اون بوده که من بودم و رفیق منم توشه. کدوم بوده که رفیق رضا توشه؟ ترک آلبومتون همونه که دوتا تیکه به من بوده و رفیق منم توشه. نه اگه لاتیه دقل بخونه تیر برق کوچه نکنیم درد کلماتو در بخونه تیر برق کوچه؟ منظورش نفکرم از جامعه بخون. نه اگه لاتیه دقل بخونه تیر برق کوچه نکنیم درد کلماتو ماتا زنجیر میتونم خوندم پشت رو میزدم به تیر برق کوچه. منظورش اینه جالب. نه اگه لاتیه دقل بخونه تیر برق کوچه نکنیم درد کلماتو تعمل کنیم نریم و سمایت از ننه هاتون ترجم و کنیم. دورم پر از شبه و پولیس باید مثل من تو این سرزمین بوچد ولو جایی اینجا شبه کشته میره صبح و خنجر و پولیس صدای تیر میاد نمیاد واسه هر دو پولیس تو پشت پلیستشنت میبری خطر و دوهیش منم تو کف خیابو میبرم خطر و نوهیش دیگی راست را تو پلیستیشن میبری قطر و دو هیچ منم تو کف خیابون میبرم چی و دو هیچ کیو نو هیچ باز بزنم آقا میبری خطر و دو هیچ منم تو کف خیابون میبرم خطر و نو هیچ میبرم خطر و خطر و قطر. وای بچه ها عجب دیسی بود خیلی خوش آمد. قافیهاش عالیه بیتش عالیه پیش رو که اصلا عالیه خیلی خوش آمد خیلی خوش دمتون گرم. پلیستیشنت میبری خطر و دو هیچ منم تو کف خیابون میبرم خطر و نو هیچ دیگی راست راست را میری تو شمرون و جیهون راست راست را برو تو نظام آباد امرو بیا برو شرم مثل دیاز بومت ده برو میخوابونم زمین توی سیاه چونه رب را سرویسایی واسه اونهاییه که توشن اینا هنگم واسه اون کنهاییه که دورم میگن درام مال من درام مال تو نیست درام آسون هست که توشن میجنگم با پولیس سرویسایی واسه اونهاییه که توشن اینا هنگم واسه اون کنهاییه که دورم میگن درام مال من درام مال تو نیست درام آسون هست که توشن میجنگم با پولیس. خدای سهراب امشه اون فقط تو مخه اون میجنگم با پلیس ها از انگاه هم مخه من پاک شده مال من تهران مال تو نیست درام آسون هست که توش میجنگم میگم مادر تو من گایدم که میگی چرا او داشته تا این موقع شبب بوده شده چند چاقالش همه شنو میگاهیم همه شنو میگاهیم بوشون تازه یه چند تا بیت دارم بیدیم بیچه بعدم همجوری بفیم شون نزیاد اصلا نیسته نه اصلا آقای داشت دیشب داشتیم بازی میکردیم رضا لفظتون اومد با صدون تاس ریختیم متاسفانه قرآن به اسمتون در آمده کیونتون باره از من بکردی سروش بادون خون خبر یا همون فرق وسط بالا کلت رو میگم باز کنه گاسیش اوه سروش فهمیدم بچه ها رفیقم رفیقش منظورش سروش هیچ کسه بازت بازی خونده بعد میگه فرق همون فرق وسط. من تو اینستاگرام یه دختره رو دنبال میکنم که با رپ آرایش میکنه اسمش امله بعد یه دونه ترک داره که توش میگه چی یعنی اون آرایش میکنه اون ترک زیرش داره پخش میشه میگه چی فرق وسط فرق بغل حتی میکنیم رنگم عوض بعد سروش هیچ کس هم روش میخونه این اونو داره میگه اسم ترک چیه خیلی باحال بود خوشم فکر کنم این هم قبلیه باشه سروش بادون خون خبر یا همون فرق وسط بالا کلت رو میگم باز کنه گاسیش همون که بادون خونده سروش به خودش میگم بزن لدتون که بتونی چند چندیم گاسی بلاتی نمون که دو شما بچه خونگی فهمیدی خونگی بچه خونگی بچه ها اون یکی تو ترک سهراب ام جی بود اینو جواب میداد من گفتم من متوجه نشدم احساس کردم که میگه سگ خونه بعد بچه ها کامنت گذاشته نه این مال قبلنی های تو نمیدونی اینا تیکه های اونا سره جواب میده وای بچه ها خیلی
الان فهمیدم که چرا پیش رو به خاطر چاقال نامه و اثر من بیو اینا معرفه. یه دونه هم هست فینیش هیم، اونم بچه ها به من گفته بودن ریاکس هم خیلی خوب بود. بچه ها من یه ذره میدونین هم یکم هم که فوش داشت ببنن، ولی سبک فانش و سبک دیسش و بیتش و اینا خیلی خوش آمد. از اینا چه دیگه از موسیقای ما، چرا ما ایرانی ها از دیس اینقدر خوش هم بیاد؟ دیس درک یعنی عشق ما. البته رضا پیش رو گفته بود که دوست نداره اینا رو، دوست داره از حافظش پاک کنه. بچه یه سوال دارم پیش بعد. اینجا الان 28 دسامبر 2020 آپلود شده، این دیسترک مال کی بوده؟ طبق چیزی که بچه ها بر من تعریف کردن فیلم که مال خیلی سال قبل باشه، مثلا مال دوران جوونی های اینا باشه، ولی اگر اینه که خب الان مثلا مال یکی دو سال پیششونه دیگه، خیلی هم قدیمی نیستش. اگر مال قدیمی ترشه من بگین، چون دوستان من رو موزه کی بوده. دمت گرم، مرسی که تا اینجا ویدیو رو همراه بودی، خیلی حال کردم، خدایی ترک باحالی بود. جدا از بچه من هم زد بازی رو به نظرم بد نبودن، بعضی ترکاشون رو بهش ریاکشن رفتم و به نظرم برای مهمونی و پارتی و اینا خیلی ترکای باحالیه. و رضا پیشرو رو خیلی دوست دارم، چون اونم برای من واقعا ترک باطل شد. اون چند تا ترکی که ازش گوش کردم واقعا رضا شاه حقشه و ما اینجا میشینیم ریاکشن میریم و اصلا قرار نیستش که انتخاب بکنیم بین یکی یکی، ما فقط هیجان خودمون رو نشون میدیم نسبت به چیزایی که میشنویم و واقعیتش و ایناش دیگه نمیدونم. به نظر من قضاوت اصلا نکنیم بهتره، ما فقط گوش کنیم و حال کنیم، همین. دمتون گرم، مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین، خیلی دوستتون دارم. اگر کانال من دوست دارین کانال منو سابسکرایب کنید، برام کامنت انگلیسی بذارید که سابسکرایبتون بمونه، دفعه زنگوله رو بزنید که اولین نفری باشین که ریاکشن بعدی من نوتیفیکیشنش براتون میاد، و اینکه شبکه‌های اجتماعی رو دنبال بکنین، اینستاگرام منو دنبال بکنین، و اینکه خیلی دوستتون دارم. امیدوارم همه لحظه هاتون پر از شادی، سلامتی و خوشحالی باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون باشه.